چگونه یک سرمایه گذاری هوشمند داشته باشیم؟ برای ثروتمند شدن علاوه بر اصول مدیریتی باید باورهای خاص هم داشت. اکثر ثروتمندان از اصول خاصی پیروی می کنند که باید اونها رو بلد بود. اینجا با هم چند تا از این نکته های طلایی رو بررسی می کنیم. صفحه 333 سلام، خوش اومدین به یه ویدئوی دیگه. اینجا جاییه که قراره کلی ویدئوهای لاکچری و جذاب ببینید و درباره موضوعات جدید کلی چیز یاد بگیرید. فراموش نکنید کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم روشن کنید تا از آپلود ویدئوهای جدیدمون با خبر بشید. اگر میخواین از ما حمایت کنید لطفاً ویدئو رو لایک کنید. خب بریم سراغ اصول یک سرمایه‌گذاری هوشمند. اول باید برای خودتون اهداف مالی تعیین کنید و از هیچ تلاشی برای رسیدن بهشون دریغ نکنید. اهداف همون آرزوهای ذهنی ما هستن. از اینکه بهشون دست پیدا می‌کنید خوشحال باشید، اما هیچ وقت قانع نشید و رو به جلو ادامه بدید. باید برای پیشرفتتون یه معیار داشته باشین. وقتی یه معیار داشته باشین دستیابی به هدف خیلی راحت‌تر میشه. اگر همیشه میزان موفقیتتون رو بررسی کنید، شانس موفقیتتون دو برابر میشه. قدم دوم اینه که بتونید به درستی اولویت بندی کنید. باید بتونید زمانتون رو مدیریت کنید و کارهاتون رو با توجه به اولویتشون سر وقت انجام بدید. اینکه شما چطوری مسئولیت‌ها رو مدیریت می‌کنید، کیفیت زندگی شما رو مشخص می‌کنه. باید از روز قبل مسئولیت‌هاتون رو بر اساس اولویت لیست کنید و به ترتیب انجام بدید. افراد ثروتمند وقت و انرژیشون رو برای سرمایه‌گذاری‌های ارزشمند و پربازده می‌ذارن. فرقی نمی‌کنه درآمدتون چقدره. بهتره همیشه برای هزینه‌هاتون اولویت‌بندی کنید. نوشتن اولویت‌ها از خرج‌های غیر ضروری در ما جلوگیری می‌کنه. باید محدودیت‌های خودتون رو بشناسید و سهامی رو بخرید که می‌تونید ازش اطلاعات کافی به دست بیارید و ارزیابی کنید. وقتی بتونید آینده یک سهام رو حدس بزنید، میتونید یک تصمیم گیری عاقلانه و منطقی انجام بدید و یک سرمایه گذاری موفق داشته باشید. جستجو و بررسی تمام شرکت‌ها، بررسی درآمدها و سوددهی اونها میتونه به شما خیلی کمک کنه تا در طول مدت سرمایه گذاری از کار خودتون رضایت داشته باشید. باید دقت کنید که معاملات تجاری با بالا بردن هزینه ها و مالیات میتونن در طولانی مدت سودتون رو به میزان چشمگیری کاهش بدن. شما باید اگر مورد مناسبی برای سرمایه گذاری میبینید از دستش ندید و حتما ازش استفاده کنید. یک سرمایه گذار خوب و دوراندیش با توجه به آینده سرمایه گذاری و نتیجه مثبتش فرصت رو غنیمت میشموره و بدون شک و تردید تصمیم خودش رو عملی میکنه. باید سعی کنید هر ماه حدود 10-20% از درآمدتون رو پسنداز کنید و در سرمایه گذاری هاتون و خرید سهام ازش استفاده کنید. اگر پسندازتون به این اندازه نرسید نگران نباشید. این کار رو پیوسته انجام بدید. برای اینکه بتونید ثبات مالی پیدا کنید باید همواره کمتر از درآمدتون خرج کنید و سعی کنید مدام مقداری رو پسنداز کنید. یک اصل هم که همیشه باید در نظر داشته باشید اینه که همیشه سرمایه اولیه باید حفظ بشه و از سود حاصل از اون سرمایه گذاری های مجدد کنید. نکته مهمی که وجود داره اینه که درآمدمون رو خرج امورات روزمره نکنیم و با درآمدمون مجدداً سرمایه گذاری های مختلف انجام بدیم تا ارزشی روزافزون پیدا کنه. ممنون که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید. نظر شما در مورد این اصول چیه؟ شما کدوم یکی از این اصل‌ها رو توی زندگی و سرمایه گذاری هاتون پیاده می‌کنید؟ خوشحال میشم نظر خودتون رو در بخش کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. لطفاً کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو هم روشن کنید. اگر از تماشای این ویدیو لذت بردید فراموش نکنید که لایکش کنید. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدارتون.